خبری که میخوایم بهش بپردازیم مربوط به اربعین هست دیگه. تقریبا فکر میکنم تا روز اربعین هر روز یه خبری مربوط داشته باشیم دیگه، چون خیلی جنبه های مختلف داره. و این خبر مربوط به اموال گم شده در اربعین هست که از الان دارن در موردش فکر میکنن. مسئولین شرکت پست و مسئولین ستاد اربعین با هم دیگه یک جلسه گذاشته بودن دیروز، مبنی بر این که اگر به هر حال توی این شلوغیا به وجود میاد دیگه، اگر زائرین یه موقعی اشیایی رو جا بذارن گم بکنن، اگر قرار باشه به جایی داده بشه اون اشیا که بعداً تحویل گرفته بشه، چی کار باید بکنن؟ به خصوص این که خب به هر حال اگه برگردن به ایران ممکنه که دوباره فرصت نکنن که دوباره بخوان کربلا برن و دوباره در واقع دریافت بکنن اون شیئی که از دست دادن رو. حالا از الان دارن یه سری پایگاه‌هایی برای جمع‌آوری اشیای گم شده در نجف و کربلا میاندیشن بهش که در واقع ایجاد بشه و اجرا بشه، و همینطور یه سری تمهیداتی برای پست به خصوص که انتقال بدن، منتقل بکنن اشیای گم شده رو به ایران. و اول از همه اولین قدم اینه که برچسب مشخصات داشته باشن همه زائرین روی وسایلی که با خودشون میبرن، به خصوص حالا وسایلی که ارزشمندتر هستن که اگر احیانا گم شد هم مشخصاتشون باشه، هم از طریق پست ارسال بشه به ایران و بعد برن دریافت بکنن، بشه که بهشون ارجاع داده بشه. بله. خب دیگه اتفاق خیلی خوبیه که میتونن خیلی نگران نباشن. اما